قطب جنوب سردترین و خشکترین قاره جهان با شدیدترین بادهاست. یک سرزمین خیلی بزرگه که اگر ایالات متحده و مکزیکو با همدیگه در نظر بگیریم میشه تقریبا اندازه قطب جنوب. این قاره قطب جنوب در مجموع حدود 90% از کل یخهای زمین رو داره. دماش میانگین سالانه منفی 10 درجه سانتیگراد رو توی سواحلش داره و منفی 60 درجه سانتیگراد رو توی قسمت‌های مرتفعش داره. سرعت باد اینجا به 150 کیلومتر بر ساعت میرسه. هیچ ساکن اصلی نداره. تنها ساکنین این سرزمین سرد دانشمندانن که تحقیقاتشون رو اونجا انجام میدن. هیچ انسان دیگه اونجا زندگی نمی‌کنه. یکی از همین تحقیقات جدید نشون میده که شاید یک ارگانیسم جدید زیر این یخهای چند ده میلیون ساله رشد کرده. به عامل ناشناخته خوش آمدید. در این ویدیو به اسرار پنهان شده در زیر یخهای قطب جنوب میپردازیم. کشف عجیب. 2 ژانویه 2015 بود که یک روزنامه‌نگار به نام لیندا مولتون هو که اتفاقاً برنده جایزه امی هم شده بود، یک ایمیل عجیب رو از یک افسر بازنشسته و مهندس پرواز تو نیروی دریایی ایالات متحده دریافت میکنه. این افسر بازنشسته ناشناس باقی میمونه و برای این ارتباط اسم مستعار برایان رو استفاده میکنه و ما هم بهش میگیم برایان. توی توضیحاتی که در قالب یک ایمیل به لیندا مولتون میده، تجربیاتش رو که اتفاقاً تجربیات عجیبی هم بود در مورد پرواز بر فراز قطب جنوب بین سالهای 1983 تا 1987 عنوان میکنه. توی این مصاحبه صوتی برایان اینطور میگه که توی اولین پروازمون بعد از مدتی که گذشت مصرف سوخت بیشتر شد که باعث شد هواپیما سبکتر بشه. واسه همین به ارتفاعات بالاتر پرواز کردیم و برد خودمون و دامنه دیدمون رو بیشتر کردیم. وقتی به ارتفاعات بالاتر رسیدیم، یکی از خدمه به ما گفت این سوراخ بزرگ رو توی زمین نگاه کنین. هممون به پایین نگاه کردیم. یک دهانه بزرگ روی یخهای قطب جنوب بود. دهانه مشکی رنگ و بزرگ که مثل یک حفره اونجا قرار داشت. اگرچه ما دقیقاً بالاش نبودیم و تا حدودی با زاویه داشتیم اونجا رو نگاه می‌کردیم، اما میتونستیم خوب ببینیم که حفره بزرگیه. این حفره توی زاویه 45 درجه ما بود. برایان میگه اون حفره اونقدر بزرگ بود که بتونه یک هواپیما راحت توش پرواز کنه. یعنی این حفره تقریباً اندازه یک زمین فوتبال بود. برایان میگفت که ما تقریباً تو ارتفاع 4000 متری بودیم و این حفره خیلی راحت دیده میشد. توی ادامه مصاحبهش گفت که یک بار توی یکی از عملیاتشون به تیمش اجازه عبور از یک منطقه خاص توی قطب جنوب رو ندادن. گفتن که توی این منطقه خاص دانشمندا دارن از هوای قطب جنوب نمونه برداری میکنن و اگر شما اونجا پرواز کنین نمونه ها خراب میشن. برایان میگفت خلبان تیمشون با مسئول تیم درگیر این موضوع بودن. داشتن فکر میکردن که وقتی تو ارتفاع 9000 متری میخوان پرواز کنن، چطور ممکنه همین یک دونه هواپیما هوای اون منطقه رو خراب کنه. شاید اونجا چیزی وجود داشته که نمیخواستن این تیم پرواز ببینه. عجیبتر این که بعدن فهمیدن توی اون منطقه اصلا تیم تحقیقاتی حضور نداشته. هیچ کس توی اون منطقه رفت و آمد نمیکرده. پس چرا باید منطقه پرواز ممنوع میبوده؟ بعد از آخرین مأموریتشون و دیدن اون حفره سیاه، یک جلسه توجیهی با مأموران اطلاعاتی آمریکا براشون گذاشتن. گفتن که در مورد چیزایی که تو مأموریت آخرشون دیدن به کسی چیزی نگن. حتی محل مأموریتشون رو هم جایی افشا نکنن. تو یکی از پروازهای دیگه‌شون موقع نزدیک شدن به اون منطقه تاریک و حفره عمیق توی قطب جنوب، دستگاه‌های جی پی اس و ناوبری هواپیما از کار می‌افته و مجبور میشن سری به پایگاهشون برگردن و گزارش بدن. این اتفاقات عجیب شاید به نوعی جواب این سوال باشه که چرا دانشمندان بیش از 60 ساله که تو قطب جنوب پایگاه علمی دارن. مشخصه که اونجا داره اتفاقاتی می‌افته و حتما هم دانشمندان مخفیش می‌کنن. چه چیزی توی قطب جنوب مخفی شده؟
موجودات فرازمینی یا حفره‌هایی مثل همون حفره مرموز سیاه که دری به شهرهای زیرزمینی هن. پنهانکاری. هلن پاتریشیا شارمن یک فضانورد بود که توی ماه می 1991 برای بازدید از ایستگاه فضایی میر اتحاد جماهیر شوروی به یک مأموریت فضایی رفت و در کنار 7 فضانورد انگلیسی تنها کسی بود که وارد فضای بیرونی می شد. اون زمان شاید این 7 نفر تنها کسایی بودند که ازشون انتظار می رفت اگر در اطراف زمین موجوداتی حضور دارن بتونن به راحتی ببیننشون، چون داشتن زمین رو از فضای بیرونی و واضح می دیدن. شاید اگه حفره دیگه‌ای روی زمین بود می تونستن کشف کنن. تا امروز 622 فضانورد زمین رو از فضای بیرونی دیدن. نسبت به 30 سال پیش تعدادشون خیلی بیشتر شده. اما هیچ کس حرفی از موجوداتی اطراف زمین یا روی زمین نزده. چرا هیچ کس جز برایان نتونسته چنین حفره مرموزی رو تو قطب جنوب ببینه؟ البته تو جایی مثل ایستگاه فضایی بین المللی قطب جنوب هیچ وقت دیده نمیشه، چون زاویه چرخش این ایستگاه اصلاً به قطب جنوب محدود نیست و نمیتونه اونو ببینه. ولی در کل ناسا و بعضی از ماهواره ها از کشورهای دیگه تونستن تصاویری رو به طور کامل از قطب جنوب بگیرن. یک فرضیه اینجاست که چیزی که برایان دیده توی دهه 80 میلادی بوده. از اون زمان تا الان حتما اگر دهانه مشکوکی بوده با یخ و برف پوشونده شده. در کل چه حفره‌ای در قطب جنوب وجود داشته باشه چه نه، چیزی که میدونیم احتمال وجود ارگانیسم‌ها و موجودات زنده زیر یخ‌های قطب جنوبن. یعنی احتمال که نه، مطمئناً زیر یخ‌های جنوب چیزی وجود داره و ما تا الان دنبال چیزهای اشتباهی توی قطب جنوب بودیم. مثلا تا 2 سال پیش یک ویروس 48 هزار ساله توی منطقه شمال زمین و سیبری از زیر یخ‌ها کشف شد. دانشمندان روسیه یک ویروس باستانی که بهش ویروس زامبی میگن رو تونستن از زیر یخ‌ها بیرون بیارن و این ویروس بعد از اینکه یخش آب شد زنده شد. این که این ویروس تونسته زنده بمونه بعد از 48 هزار سال به ما یک چیز رو میگه. این که ما زیر یخهای کره زمین مطمئنن چیزهایی داریم که با انجماد هنوز تونستن زنده بمونن یا به نوعی به یک خواب زمستانی برن. فقط منتظرن یا یخها آبشن یا ما کشفشون کنیم. ما در تاریخ زمین ویروسها و چیزای عجیبی داریم که زیر یخها پنهان شدن، مثل همون ویروس زامبی. از کجا مطمئنیم؟ از اینجا که قطب جنوب حدود 34 میلیون سال پیش شروع کرد به یخ زدن. تا قبل از اون منطقه گرم و سبزی بوده. موضوع دیگه اینجاست که در زمان دایناسورها قاره ها به هم متصل بودن و بعدن کم کم شروع کردن به جدا شدن و قاره های امروزی رو تشکیل دادن. اون زمان و حدود 300 میلیون سال پیش قاره های زمین یکی بودن که بهش ابرقاره می گفتن. ممکنه موجوداتی همون زمان به قطب جنوب رفته باشن و اونجا مستقر شده باشن، چون اونجا آب و هوای بهتری داشته. بعدها کم کم با تغییرات آب و هوایی توی قطب جنوب یخ زدن و زیر یخا دفن شدن. همونطور که اون ویروس 48 هزار ساله بعد از این مدت زنده مونده چون یخ زده بود، ممکنه هر میکروارگانیسم دیگه ای هم توی قطب جنوب یخ زده باشه و بتونیم با درآوردنش از زیر یخها دوباره به زندگی برش گردونیم. نباید انتظار داشته باشیم که موجودات و چیزای عجیب توی قطب جنوب ببینیم. اما اینکه انتظار دیدن ویروس‌ها و موجودات کوچیک زیر یخ‌های قطب جنوب داشته باشیم منطقی و واقع‌بینانه است. همین چند ماه گذشته توی سال 2022 یک گونه ماهی جدید توی قطب جنوب کشف شد. اسمش رو آیس فیش یا ماهی یخی گذاشتن. اگرچه در دستبندی آبزیان قرار می‌گیره، اما تا همین چند ماه پیش نمیدونستیم چنین موجودی توی قطب جنوب وجود داره. از کجا معلوم که تا چند وقت دیگه یک موجود عجیب دیگه توی آبها یا یخهای قطب جنوب یخ زده پیدا نکنیم؟ ما که هنوز کل قطب جنوب رو کاوش نکردیم.
شاید به موجودی برسیم که به خانواده آبزیان و خزندگان و پرندگان و پستانداران ربط نداشته باشه و کل علم و زیست شناسیمون رو زیر سوال ببره. مسلماً همچنان اسرار زیادی زیر یخهای قطب جنوب پنهان شدن، اما سرعت کشف کردن ما کمه. اگر با سرعت بیشتری مناطق ناشناخته زمین رو بگردیم، مطمئناً با چیزای عجیب زیادی روبرو میشیم. اگر در مورد قطب جنوب چیزای مختلفی شنیدید و میدونید، توی کامنت ها مطرح کنین تا در موردشون ویدیو بسازیم. تا عامل ناشناخته دیگر، بدرود.